سلام سلام. هوا بیرون خیلی سرده. بله من تاریخ میکنم. اصلا فکرش هم ندارم. الو سرویس هوای سفر بردم پزشکی خانومی؟ همین الان یه خبر نگاه میکنم. برای الو بله بفرمی بله بفرمی خیلی سر سلام زینب خان، حالت چطوره؟ کم میای روزنامه؟ گرفتاری زیاده، خودتون که میدونی. بله بفرمایید. فکر کنم عرصه قشنگی باشه. میشه زیرش حاشیه نباشه. بله بله. نیمکت خالی، ناودون قندیل بسته، چراغ قرمز. گوش کن زینب، تو عکس خیلی خوب میگیری، اما این عکس‌ها به درد اتاق پذیرایی میخوره. روزنامه احتیاج به عکس‌های خبری داره. اگه کاری نداری من میرم جوادیه. خبر دادن که تاقای خونه پایین اومده. خیلی خوب جانم برو، ولی سعی کن خبر رو به موقع برسونی. به بهنامم بگو اگر کسی زیر آوار مونده عکسای جالبی بگیره. مطمئن باشی. روزنامه احتیاج به خوراک داره، باید با مسائل روز پیش بره. من نمیدونم تو چی فکر میکنی، ماشینای عظیم هلیو با این عکسا سیر نمیشن. نه شما درست میگی، تمام عکس ها و مطالب ها خشک و بیرو هستن، هیچ ذوق و سلیقه‌ای توش به کار نرفته. یه خبرنگار حرفه‌ای به عمق مطلب بیشتر از حاشیه پردازی و احساس و اینجور حرفا فکر میکنه. بیا روزنامه باید تیراژ بیاره. مجله یا روزنامه‌ای که تیراژ نداشته باشه نمیتونه در وقایع تأثیر گذار باشه. میفهمی؟ خیلی خوب باشه، سعی میکنم از این به بعد عکسایی بگیرم که روزنامه احتیاج داره. کاری با من نداری؟ نه جانم، ولی اینا رو نگفتم که ناراحت بشی. به نظر من بهتره که برای خودت یه شغل دیگه انتخاب بکنی، چون تو این کار موفق نمیشی. بسیار باشه. بله بفهمم. بله بله حرفا میکنم. Thank you.
بله. الو؟ الو؟ چه مزاحمایی پیدا میشن؟ زینب، خودتی؟ سلام آمو جون، حال تو چطوره؟ خوبم، گوش کن چی میگم. میخواستم ببینم اگه کاری نداری، یه سر بیای پیش من. خونه تشریف داری؟ آره، منتظر هستم. باشه آمو جون، خدمت میرسم. سلام قربان. سلام، آقا حسن؟ بله، اجدر خون منتظر شما هستم، بفرمایید. ببینم، کسی پیشش رو نیست؟ نه خیلی تنها هستم. بفرمی بیا تو. تو که دیگه نباید اجازه ورود بگیری. اگه در این خونه به روی هر کسی بسته باشه، به روی تو بازه. بشه. ممنونه. میگم چطور شده عمو جون؟ امروز خیلی مهربون شدی. الان دو سال میشه که من شما رو ندیدم. فکر کردم که فراموش کردین یه برادر زدم دارین. بی خود گوش و کنایه نزن. اگه تو هم به اندازه من گرفتار بودی، وقت سرخاروندنم نداشتی. رقابت های انتخاباتی تمام وقتم رو گرفته. بیا با خود. دارم نمیخواد اسم و رسم ما که اشراف زاده هستیم خراب بشه. حرف های عجیبی میزنی نمو جون. تو این دوره فقط پول نیست که شهرت و مقام میاره. زیر بار مسئولیت رفتن بیشتر از پول واسه مردم اهمیت داره. مردم اینا که میگی به درد نوشتن تو روزنامه میخوره. اگه پول نداشته باشی کسی به حرفت گوش نمیده، اما وقتی این دم و دستگاه رو داشتی همه رو حرفت حساب میکنن. ببینم تو خودت چی داری؟ پدرت چی کار کرد؟ هرچی رو که برامون از جد بزرگوار به ارث مونده بود، حرام کرد. اگه برادرم عقلت درست و حسابی داشت، حالا باید تو هم که پسرش هستی سری تو سرات داشته باشی. نه اینکه بچسبی به این دوربین و عکس بگیری. این همه پول واسه چی میخوای نمو جون؟ من مگه برای خوابیدن بیشتر از یه تخت احتیاج داری؟ این خونه، ویلای شما، تابلوهای گرون قیمت، مگه برای نفس کشیدن چقدر هوا میخواین عمو جون؟ حالا اگه زن و بچه داشتین باز یه چیزی. زیاد حرف میزنی. نکنه منتظری که وارث زندگی من بشی ها؟ منو آوردین اینجا که این حرفا رو به من بزنی؟ بشین. تو کلت پوک شده، خیلی چیزا رو نمیفهمی. به قول تو من تو زندگی چی دارم؟ هیچ. من مونسی جز این سکوت سنگین و این تابلوها و در و دیوارهای آینه کاری شده که انگار با هم حرف میزنن چیزی ندارم. پس باید دلم به یه چیزایی خوش باشه، باید از یه چیزایی لذت ببرم. آره همه جان. فکر میکنم حالا فهمیدی واسه چی گفتم بیای اینجا.
خب وضع خودت چطوره؟ وضع میبینی که دیگه گفتن نداره. بیا اگه بازم لازم داشتی بگو، بگیر ترک نکن. ازتون خیلی ممنون. خب دیگه کاری نداری؟ نه باهات کاری ندارم، فقط اون کله پوک تو به کار بنداز، شاید آدم شدی. اگرم دلت خواست میتونی فردا صبح بیای اینجا، من میخوام برم اسکی. بیا ازم یه عکس یادگاری بگیر، برای آلبوم خانوادگی خوبه. بالاخره از نسل ما همین عکس ها باقی میمونه، مگه نه پسر؟ من و تو که برو برو، از قیافت معلومه که داره ازت میاد. سلام قربون. سلام ببینم خواهر خانم هم؟ آره ولی چند تا مهمون داره، سب کن بهش بگیم. باش باز این پیداش نازه تو خواهر خانم، خواهر خانم زینن اومده. همه رو برق میگیری، ما رو چراغ نفتی. بگو بیا تو بینم چی کار داره. باش زینب که بایی چی با ولش. برو تو. سلام. فوتوی یه عکس از ما بگیر. قیافه رو باش. سلام. من معذرت میخوام. میبخشی مزایم شدم. من اومدم که خیلی خب، برو تو اتاق تا بیا. چشم. ای بودی بخاری ازش بالا میگیری. آره شنیدم که خواهر دستش کلافه هست. جینه تو منو کشته. همه که مثل ما نمیشن خواهر خانوم ما این چرا کرده. خب بچه ها مشکل باشیم ببینم یارو چی کارم داری. بخاری شما بخاری. نوش بخاری سلامتی. زیاد معطل نکنی. نه بابا تا من میبینه دست و پاش میلرزه و چار چنگولی میمونه. میگه دامنه تو بزن بالا، میخوام پاهاتو ببینم. جوونه عجیب غریبیه. خب چیه؟ هر کاری داری بگو. میبینی که مهمون دارم، خودت که دیدیشون. چیه؟ باز که ماتت بود. گفتم مهمون دارم، نمیشه که هر وقت عشقت کشید بیا اینجا. اومدم امشب پیشت بمونم. من دلم وسط تنگ شده بود. خوبه خوبه، دلم وسط تنگ شده بود. این حرفا رو ببر واسه دختر مدرسه یا. خب اگه کاری تموم شد بزن به چاک دیگه، برو. ببین خواهر، من وسط پول آوردم. بگو اونا برن. تو اصلا چی میگی؟ آقا جو به پیر به پیغمبر دیگه از دستت خسته شدم. آقا تو چی میخوای؟ تو که مرد نیستی، خجالت بکش. ببین خواهر، تو رو خدا سر صدا ران انداز، خوب نیست. تو اصلا مریضی، معلوم هست چته؟ میای پول میدی که لنگو پاچه منو ببینی؟ خب بیا ببین، خب نگاه کن دیگه، اینقدر نگاه کن تا چشت درا. من نمیدونم این دیگه چه مرضیه تو داری. آخه اینم شد کار؟ حالا را تو میکشی بری یا داد و بیداد کنم، ها؟ برو دیگه. نه تو رو خدا خواهر، یا برو خواهر، بی خواهر، را تو بکش برو. مردم از دستت، اگه نری داد میکشم پول سر تو بخوره. من پول نمیخوام. برو بیرون، برو بیرون. کلافن کردی بسن دعواشون شده. آره مگه نمیشتافی؟ رفتم تو را چی میخوای از جونم؟ برو بیرون، برو بیرون. آقا جون برو بیرون، نمیخوام. دوت باش برا، وقت برام گرفت. بلش کن خواهر تو بره، یه بریم بابا.
من همه این اطراف رو مثل کف دستم میشناسم. اغلب اوقات با رفقا قرار میذاریم از بالای اون تپه را میفتیم، همینطور میایم تا این پایین. حتما خیلی لذت داره، درست؟ بله، ولی اونی که مهمه اینه که من از اون بالا به طور مارپیچ میام پایین و اینا میام که تو رفقای خودم بی‌رقیبم. دلم میخواد یه چند تا عکس جانانه ازم بگیری، مخصوصا تو مارپیچ که نمیدونی چه کیفی داره. حیف تو نیست که اسکی بلد نیستی، از این آب و هوا باید لذت برد، آدمو جوون میکنه. خب عیبی نداره، از این به بعد هر وقت خواستم بیام تو شما فامیلش هستین؟ بله. براتون متاسفم، خون ریزی مغزی کرده. I'm not going to be able to do that.
تنها وارث اجده خان شما هستی، خدا رحمتش کنه، مرد خیری بود. سعی کنید از ثروت مرحوم اجدر خان که براتون مونده خوب مواظبت کنید. شما چی میل دارید؟ یه چند سال ودکا. اینجا ودکا نداریم. پس چی داریم؟ ویسکی داریم. خیلی خوب باشه ویسکی. اتفاق از اینجا خوشت میاد؟ جاش خوبه نه؟ خیلی خوش بله. میدونی چی میدونی؟ بعد از عروسیمون دیگه نمیذارم کار کنی، خسته میشی.
دلم میخواد تو خونه بمونی که وقتی از در میام تو چشمای قشنگت نگاه کنم. امیر جون من یه بچه قشنگ میخوام، یه بچه تو پول مامانی. من تا حالا تو زندگیم هیچ کس رو به اندازه تو دوست نداشتم. هر وقت نگات میکنم خستگیم در میره، به زندگی امیدوار میشم. میدونی تو خیلی خوبی امیر. ببین منو اگه گفتی واسه چی آوردم؟ خیلی قشنگه. صبر کن، با مادرت صحبت کردم که همین شب جمعه عروسیمون برگزار بشه. تو خیلی پاک و خوبی. تو هم خوب هستی. راسیمینو چند روز فکر کردم که عروسی نگیریم، عوضش ماه عسلمونو بریم اروپا، چطوره موافقیم؟ معلومه من از خودم. پاشو بریم برقصیم، امشب همش حرف زنیم. I have the New York Times, 14 dimes, and explanations for the most profound nursery rhymes. فریده من از جیمز کابرن خیلی خوشم میاد. لطفاً دوتا بلیت. بفرمایید. متشکرم.
تو بود، تو خوشت اومد؟ ای بد نبود، من بیشتر فیلمای ترسناک رو دوست دارم. راستی عروسی ما رو دعوت می‌کنی؟ حتما. خب فریده جون من میرم، خودت قربونت برم. خیلی ازت ممنونم. خواهش می‌کنم، قربونت. خدافظ. به این شانس چرا پلیس اینجا وایستادی؟ ساکت باش دختر، تقلا نکن، وقتی رسیدیم دست و پاتو واسه ساکت باش. اگه چیونه تو دوست داری تقلا نکن، فهمیدی؟ شما وسایل ایمنی همراهتون هست؟ بله سرکار. خیلی مواظب باشین، جاده لغزنده است. بچه سفرتون بخیر. به سلام. خیلی قشنگی، خیلی خوب، میدونم ناراحتی، اما مطمئن باش جای بدی نمیبرم. ساکت باش.
بی خواهش میکنم سر صدا نکن ساکت باش ساکت با تو من کاریت ندارم ساکت نه نه ترس ساکت باش خدا آروم باش آروم باش خودتو ناراحت نکن نترس دختر نترس ساکت باش ساکت نترس نترس اینجا راحته اینجا هیچکی نیست راحته اینجا ویلای عمومه همینه دهنتون رو باز میکنم ساکت ساکت جیت نظر دختر من که کاریت ندارم خواهش میکنم نه به خدا من گفت نیستم خواهش میکنم چشمازت میکنم جیت نزن دختر هر کاری بگی میکنم به خدا بازم کن اینجا کجاست ما رو برای چی آوردی اگه دست و پامو وا نکنی آوار میکشم کمک خیلی خوب باز میکنم چرا اینقدر جیغ میزنی خانم ببینیم جیغ نزنیم من آدم بدی نیستم من به خدا کاری تو ندارم من اصلا قصد بدی در باره تو ندارم شما یه دقیقه برفا بوشقا چی میگم من مذارت خب من نفهمیدم تو رو خدا دست پامو باز کن خیلی چشم باز میکنم من نمیخواستم این کارو بکنم میدونین همش تقصیر خودتون بود من که بهتون گفتم کاریتون ندارم بهتون گفتم که از من نترسید ساکت باش تو بار خافشو من که گفتم کاریت ندارم نمیخواستم بزنم معذرت میخوام ولی تمامش تقصیر خودت بود تقصیر خودت بود من معذرت میخوام خدا
کردی؟ دیشب خوب خوابتون بود؟ تو جلو نیایی، اگه جلو بیاین چیخ میزنم. اشکالی نداره، ولی من نمیخوام شما را اذیت کرده باشم، اما بد نیست بدونی که تو این فصل سال کسی این اطراف نیست. تو این خونه فقط من هستم و شما. اگه شما قصدتون اذیت کردن من نیست، پس واسه چی من آوردین اینجا؟ من هیچ جوابی ندارم به سوال شما بدم، واقعا هیچی. پس شما یه دیوونه هستین. آره من دیوونم. میدونین که آدم های دیوونم خطرناکن. اگه میخواین اینجا راحت باشین، یادتون باشه که فکر فرار رو اینجور چیزا به سرتون نزنه. ببین آقا، اگه فکر کرده که منو گروهی نگرداری که پول بگیری، باید بهتون بگم که اشتباه کردی، چون که خانواده ما خانواده پول داری نیست. نه ببینی خانم، اسم من زینله. اگه دلتون خواست میتونین منو به اس صدا کنی. در ضمن من شما رو گروهی نگرفتم، دنبال پولم نیستم. پس چی؟ هیچی، فقط دلم میخواد به من اعتماد کنین و اینجا بمونین. همونطور که بهتون گفتم، من شما رو اذیت نمی کنم. من اصلا آدم مردم آزاری نیستم. من تا به حال آزارم به یه پرندم نرسیده. خب پس چرا من رو آوردین اینجا؟ میدونین شاید اشتباه کرده باشم، ولی از شدت علاقه به شما این کار کردم. اگه شما به من علاقه داشتین این کار رو نمی کردین. حالا میخواییم با من چی کار کنیم؟ نکنه من آوردی اینجا که... ببین آقا، من نامزد دارم، همین شب جمعه هم عروسیمه، بعدش هم میخواستم امروی شوهرم برم ماه عسل. آقا به من نگو آقا، اسم من زینله. آدم بدی هم نیستم. اومدم ببینم شما چیزی لازم نداری؟ شما هر کی هستین برای خودتون هستین. من باید از اینجا برم. پدر مادرم از دست شما شکایت میکنن. میبخشیم با اجازه شما. میبخشیم با اجازه شما. دیوونه، منو از اینجا بیار بیرون. شما دیشب هم چیزی نخوردی. نخوردن غذا به ضرر خودتون تموم میشه. دوست داریم بمیرین؟
بعد از یه مدتی همه چیز براتون عادی میشه. دیگه از قیافه من بعدتون نمیاد. خواهش میکنم تا غذاتون سرد نشده بخورید. برو بیرون، از جلوی چشم برو. تو چی میخوای از جون من؟ از اینجا برو بیرون، نمیخوام چشمم به چشمت بیفته. فکر کردین که میتونین به اعصابتون مسلط بشی؟ منو صدا کنین تا با همدیگه حرف بزنیم. اما یادتون باشه اگه این دفعه داد فریاد را بندازین بدجوری با اتون تا میکنم. فهمیدین؟ خوشحالم که داری درست فکر میکنی، ولی تا غذاتو نخوری باهات حرف نمیزنم. به من بگو میخوای با هم چی کار کنی؟ هیچی. من دلم میخواد تو همینطوری مقابلم بشینی. من راستش من از تنهایی خیلی وحشت دارم. آخه چرا میمونه این همه آدم منو انتخاب کردی؟ برای این که دوست داشتم. آخه چیه جوری؟ تو که با من از حرف نزدی، تو که منو ندیدی. چرا؟ من خیلی وقته که تو رو دیدم. یه چند ماهی میشه هر وقت با اون شرکت هواپیمایی رفته آمد میکردی، هر وقت تو خیابونا میگشتی، من مثل یه سایه دنبالت بودم. پس چرا با هم حرف نمیزدی؟ برای اینکه میترسیدم، از این میترسیدم که تو هم مثل زنه دیگه از هم فرار کنی. خصوصا این که میدیدم با یه پسر جوان میونه گر میداری. نام زدمه، گفتم که شب جمعه عروسی مونه. حالا من چی کار میتونم واسط بکنم؟ تو باید منو دوست داشته باشی. من احتیاج به محبت تو دارم. آخه مگه میشه به زور کسی رو دوست داشت؟ خب ببین، میتونیم امتحان کنیم. باشه. تا کی؟ آخه پدر مادرم نام زدم، پس اونا چی؟ اونا الان دارن در به در دنبالم میگردم. ببین، بهت قول میدم اگه منو برگردونی، من از این جریان به کسی چیزی نمیگم. باور کن بهت دروغ نمیگم. تو اینجا پیش من بمون، بعدش برات میگردونم. بهت قول میدم. فقط نپرس کی و چه وقت. باشه؟ ولی من نمیتونم اینجا زندگی کنم. تو این اتاق خفه میشم. لباس زیر ندارم. من مریض هستم. گوش کن، هرچی بخوایی برات میگیرم. من از داروخانه یه چیزایی لازم دارم، اینطوری دارم بو میگیرم. من خودم میرم شهر برات میگیرم. تو همینجا بمون، هرچی بخوایی فراهم میکنم. اما به شرطی که خیال فرار به سرت نزنه. خب حالا برو بشین غذا تو بخور. باشه؟ بشین. بشی.
آخرشم نمیخواستم شما رو بزنم. خودم هم میدونم کار بدی کردم. خب آخه تقصیر خودتون بود. یه خود لجبازی کرده. سعی کن سر صدا را نندازی، حرکت کن وانسا، گفتم حرکت کن، زود باش. شما کی هستی؟ منو از اینجا دور کن، من به کمکت احتیاج دارم. یالا زخمی شدی؟ ره به من کمک میکنی؟ فراری هستی؟ برای چی این سوالو میکنی؟ رو تو بر نگردون، به راهت ادامه بده. من تیر خوردم، زخمیم، ولی نمیخوام برم بیمارستان. چون فراری هستم، منو میگیرم، منو ببر خونت. اگه بخوایی به این چلک بزنیم و مغزتو داغون میکنم. از اینکه پیاده بشی بگو ببینم اینجا تنها هستی؟ نه، یه نفر دیگه هم هست، یه دختره. حالا فهمیدم، خیلی خوب. را بیافت، خون زیادی از هم رفته، زود باش. زیکن جونت سیز شدی، یالا برو جلو. گفتم برو، یالا برو تو. من تکان بخور، بیاف چلا یلا. خیلی خوب، برو. گوش کن چی میگم، فکر نکنی که میتونی به هم
کلک بزنی، اگه بهم کلک بزنی یه گله حرومت میکنم. پس بهتر وای نسی، من خون زیادی ازم رفته، داره تنم یخ میکنه. سعی کن بهم کمک کنی، فهمید؟ بهم کمک کنی. کمک یواش یواش خدایی دارم میمیرم. زخم بد جوری. اگه اینجا بمونی امید زیادی نداری. بهتر ببرم دکتر. فرصت نیست. یه وقت میرسه که آدم هرچی میدوه به تجاده نمیرسه. من اشتباه کردم، من نمیباز قاچاق میآوردم. اون زنته ها؟ شما دوتا خیلی خوشبختین، خیلی مهربونین. منم یه موقع مثل شما بودم، یه دختری رو دوست داشتم. اما هیها ببین من تا کجا از زندگی فاصله گرفتم. دیگه کوش اون باقی پردرخ، اون مدرسه، اون دختر. خیلی وقت بود که حرف نزده بود. شما خیلی خوب هستین که به حرفای من گوش میکنین. یعنی شما فکر میکنین اون روزا دوباره تکرار میشن؟ تو خوب میشی، من بهت قول میدم. تو فکر میکنی که من زنده بمونم؟ آره، تو زنده میمونی، زنده میمونی. نه، من خودم میدونم. خودتون نترسون مرد، الان میبرم دکتر. تو بیمارستان پول دارن از تنت در میارن، کمکت میکنن که خوب بشی. تو زنده میمونی، من بهت قول میدم، قول میدم. الان میبرم بیمارستان نزدیکه. خواهش میکنم کمک کنی. کمک کنی افتاده تو جاده تصادف کرده. کمکش کنی. ببرینش تو رو تخت بخوابونینش. مواظب باشین تا من دکتر رو خبر. تمام کرده.
کی همراهش بود؟ یه آقای بیرون بازه بود. چشم. صدای دریا لذت میبری؟ گوش بده، انگار آبای دریا دارم با آدم حرف میزنم. تو داری از چیزی حرف میزنی که من اصلا نمیتونم حس کنم. تو وقتی که اونو دستت گرفتی من هیچی نمیفهمم. تو منو از زندگی، از تمام خوشبختی رو دور کردی. خوشبختی؟ تو خوشبختی رو به چی میگی؟ تو نمیتونی بفهمی. به اینکه کنار پدر مادرم باشم، با نامزدم ازدواج کنم، من از تو میترسم. اون وقت تو از خوشبختی حرف میزنی؟ من وقتی خوشبخت هستم که تو رو مقابل خودم ببینم. چرا باید آدم و چیزی که دوست دارم به دست نهارم؟ چرا نمیخوای به من کمک کنی؟ ببین میلو، تو باید فداکاری کنی، باید گذشته تو فراموش کنی. اگه بگم ازت بدم میاد و متنفرم باورت میشه؟ من بد هستم، من زشت هستم، خودم هم میدونم. تمام زن ها ازم فراری هست. خب شاید هم حق داشته باشه. زن و مردایی رو دوست دارن که اونا رو تو بغل بگیرن و اینقدر فشار بدن که صدای شکستن استخوناشون بلند بشه. ولی من اینطوری نیستم. تو که هرچی خواستی واسه فراهم کردم. اگه چند لحظه خودتو جای اون مرد زخمی میذاشتی، حالا این زندگی واسه خیلی لذت داشت. فکر میکنم دیگه اون مرده. وقتی مکرنک رسوندنش داشت جون میکن، هنوز صداش تو گوشمه. بیچاره فکر میکن ما زن شوهری. میگفت نگاه شما خیلی خوشبختی. شاید خیلی از آدم خوشبختیشون مثل ماست. بینیم میمون بعد از مرگ عموم، خونش و این ویلا و هر چی که داشت به من رسیده. من هیچ کس تو این دنیا به جز تو ندارم. فقط به من مهربان باش. ببین به این شورای آتیش نگاه کن، این داره میسوزه و تمام میشه. زندگی ما مثل شعله های آتیش میمونه. چرا میخوای این زندگی رو از من بگیری؟ هر سال این موقع من تولدم و جشن میگرفتم. دوستان دورم جمع میشدن و برام هدیه میآوردن. همین سال گذشته بود که تو جشن تولدم با امیر آشنا شدم. اون جوون آروم خیلی خوبیه. اومد ازم خواستگاری کرد، اما تو همه چیزو خراب کردی. مامانم، وای که اون چه زجری میکشه. حتی یه شب ازش دور نبودم. انگار به اندازه یه دنیا ازشون فاصله گرفتم. خیلی دلم میخواد یه روز کنارت تو خیابونای پربرف قدم بزنم و هر دوتا این دستان رو بندازیم تو دست هم. چقدر خوب بود تو یه دهکده خلوت که هیچ صدایی نبود زندگی میکردیم. به کوه و پرنده ها نگاه میکردیم. هر روز زور که می اومدم
میتونم بیام تو؟ نه نه صبر کن. بیا تو. چی کار داری؟ میخواستم ازت دعوت کنم که بیای پایین پیش من. برای چی؟ دلم میخواست سوال نکنی. بیا. میونه این همه جوان خوشگل به من نگاه بکنی. درسته، حقم داری. تو از من میترسی؟ آره از من میترسی، مگه نه؟ تو تنها هستی؟ تو حالا زنی تو زندگیت نبوده؟ من خیلی تنها. اون موقعی که کوچک بودم و مدرسه میرفتم همه چی داشتیم، دوستا و فامیلا خیلی زیاد بودن، اما نمیدونم چطور شد که بعد از مرگ پدر مادرم یهو همه رفتن. انگار وبا میونشون افتاد، انگار زلزله اومد. وقتی پولاییمو تموم شد همه رفتن. من برای فرار از این تنهایی ثروتی رو که بهم ارث رسیده بود فروختم و خرج کردم، به امید اینکه دوستای تازه‌ای برای خودم دست و پا کنم. ولی همیشه تنها موندم. من به عکاسی خیلی علاقه دارم. سال هاست که دارم عکس میگیرم و به روزنامه ها میفروشم، اما هیچ کس عکسای منو نمیفهمه. بعضی ها به هم میگن فوتو. تو رو خودم مسخره نیست. ببینم تو که منو مسخره نمی کنی. مسخره نمی کنی. ماتم گرفتی؟ یه چیزی بگو، با هم به هم کن، یه چیزی بگو، من رو بذار. معذرت بخوام، معذرت ببخش، نفهمیدم. خدای من، معذرت میکنم، نفهمیدم چرا این کاری کردم. دلم وسط میسوزه همچین صحبت میکنی که انگار بدبختر از تو آدمی رو زمین نیست. هر کسی یه جور بدبخته که تو نتونی بفهمی. برای اینکه من معذرت میکنم. من معذرت میکنم. من آدم بدبختی هستم. من چی کار کنم؟ من اصلا چرا این حرفا رو به تو میزنم؟ ببین
ببین منو ببخش، امشب جشن تولدت. ببین این کادوی این مال مادرمه، مادر بزرگم. میدمش به تو، خوشت میاد. ببین تنها یادگار مادرمه، میدمش به تو. دوست داریش؟ سب کن یه دقیقه، سب کن الان میبزم گردنه. بیا خوشت میاد. تو خدا گرگه نکن، همه چی درست میشه. یه دقیقه سب کن الان واسط موزیک میذارم. داشته باشم، قول میدم اگه منو برگردونی ترون هر روز بیام ببینم. به دروغ نمیگم، من اینجا دارم زیغ میکنم، دارم میمیرم. تو که اینو نمیخوای ها؟ بلم کن، به حرفم گوش بده. بزن خودم لعنتی، بازم چه داری حرفای خودتو میزنی؟ بزنم تو. نه اگه صدا دار بیاد میکشمت، میکشمت. کجا؟ بازم خیال فرار به سر زدم. من نمیذارم بری، من تو رو دوست دارم. ساکت باش، ساکت. خواهش میکنم ساکت باش. من دوست دارم، ساکت. من دوست دارم. نمیذارم فرار کنی، نمیذارم. تو بذارم برو تو درو باز کن، درو باز کن. خواهش میکنم درو باز کن. سلام آقا. چیه؟ این وقت شب چی کار داری؟ ببخشید مزاحم شدم. زنم حامله است، برای رسوندنش به دکتر احتیاج به کمک داشتیم. شما ما رو به دکتر میرسونیم؟ کمک! بخشید سایه شما هستیم. مزاحم نشو. خان من خوب میشناسم. براخ چه مرگته؟ چرا جیغ کشیدی؟ واسه این که منو لو بدی؟ واسه این که فرار کنی؟ مگه تو نگفتی که به هیچکی حرفی نمیزنی؟ مگه تو نگفتی که منو دوست داری؟ اگه اون مرد میفهمید که تو اینجا هستی؟ اولین کسی که کشته میشد خودت بودی، میفهمی؟ میفهمی؟ غلط کردم. من نمیذارم تو چرا فرار کنی؟ نمیذارم. تو فکر میکنی که میتونی منو با حرفات گول بزنی؟ آره فکر میکنی میتونی؟ نه من به خاطر تو با زندگیم بازی کردم. تو جیغ بزن. چرا بر منو نگاه میکنی؟ کافیه که این ماشه رو بکشم. حرف بزن، چرا لاش شدی؟ یه چیزی بگو، حرف بزن. بکش منو، بکش. چی میخوای از جون من؟ خسته شدم از دست تو. منو بکش و خلاصم کن. یالا جونمو بگی. از دست تو و کارای تو مریض شدم، مغزم کرم گذاشته. بکش اگه میخوای منو، بکش. من معذرت میخوام.
گریه نکن. من نمیتونم صدای گریه تو رو بشنوم. من که بهت گفتم که اگه میخوای اینجا راحت باشی باید فکر فرار از سرت بیرون کنی. ببین گریه نکن، خواهش میکنم. ببین بهت قول میدم فردا صبح از اینجا ببرمت بیرون، میبرمت تو شهر، میگردونم، هرچی بخوای برات میخوام. دست به من نزن، خواهش میکنم، برو بیرون، ولم کن. گریه نکن، گریه نکن، میرم. برو دیگه، میرم.
چرا پیاده شدی؟ سرما میخوری؟ دوست دارم یکم هوا بخورم. آره هوای خیلی خوبیه. امروز خیلی ساکتی. چرا؟ حس میکنم کم کم دارم بهت عادت میکنم. حرفمو باور میکنی؟ معلومه. آره. روزای اول فکر میکردم آدم بدی هستی. من که تو رو نمیشناختم. اما حالا میبینم که تو آدم بدی نیستی. میدونی خوبی آدم چیه؟ اینه که خیلی زود به هر چیزی عادت میکنه و انس میگیره. مگه منو دوست نداری؟ دارم. چرا؟ اگه جرأت داری به من دست بزن. مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. تو دیوونم کردی. میکشمت لعنتی. نه مینو. اونو بدش به من. بدمش که چی بشه؟ که بازم زجرم بدی؟ نه. آره کسافت. نه حالا نوبت منه. نه مینو. میکشمت. شوخی نکن مینو. شوخی نکن. شوخی نمیکنم. تو میکشمت. تو آدمی نیستی که منو بکشی. تو آدم کش نیستی. آدم کش نیستی. کسافت. نه. چرا میکشمت؟ نه مینو. جلو نیا. خواهش میکنم. من نمیخواستم اذیتت کنم. خواهش میکنم بدش من. اگه بیای جلو شلیک میکنم. نه. حالت بزنی میکشمت. بلم میکشمت. آره داشتم اینو میگفتم به جون تو.
نمیدونی چقدر این برای بچه ها خوندم که بابا اینقدر دنبال ماهی قاچاق نری. کار دست خودتون میدینم، خودتونو تو درد سر میندازونم. مگه حرف آدمو گوش میکنن؟ دیشب بچه ها باز رفته بودن دریا تور انداخته بودن، اما درست موقعی که میخواستن تور رو بکشن بیرون ژاندارما رسیدن و تتتت با گوله ولو شدن رو زمین. بله خب معلومه ماهی قاچاق این درد سرارم داره دیگه. ای بابا تو هم که داری حرفای خود ما رو میزنی، مگه تو گوششون فرو میده؟ انگاری از جونشون سیر شده کشن. تو بمیری اگه دروغ بگم. خب معلومه آخه این روزا ماهی حکم کیمیا رو داره. خیال این حرفا باش بابا. توصیه میکنیم که به وسایل ایمنی و زنجیر چرخ مجهز باشن. خبرنگار شهری ما گزارش میدهد که از چند روز پیش دختری به اسم مینوی پاکتل که در یک آژانس هواپیمایی کار میکرده به هنگام خروج از محل کار خود ناپدید شده و تا این لحظه خبری از او به دست نیامده است. پلیس با پیگیری در جستجوی یافتن مینوی پاکتل میباشد. پدر و مادر این دختر از کسانی که به نحوی از او اطلاع دارند استمداد میتوانند. مشخصات مینو پاکتل: قد 1.63 متر با موهای خرمایی. من دیدمه. چی رو دیدی؟ همین پیروز دیدمه. کجا؟ همین دوره برا. آره به تو دروغ نمیگم. خیالاتی شدی. کجا آخه؟ من که دروغ نمیگم. با دو تا چشمای خودم دیدم. جدا راست میگی دیدی؟ آره طرف اسکله دیدمشون. میگم بلنشیم بریم به ژاندارمری خبر بدیم. آره بابا ضرری نداره کمکش کنیم، خیلی هم ثواب داره. خب بلنشیم. آره بلنشیم. بلنشیم. تو برو به ژاندارما خبر بده، ما هم سرگوشی ها بدیم. مش محمد حساما چی شد؟ قابلی نداره. صاحبش قابل داره. خدافز خواهدش باشه واسه فرد شب. خدافز خوش اومدی. یه تو همین جاست. خیلی مواظب باش. خیلی خوب مواظب مواظب باش. سر و صدا رو نرسید. یارو رو من دیدم، یه آدم عینکیه، خیلی هم بد اخلاقه. بیا اونجاست. اینا ماشینشه. بی خودی اینقدر تقلا نکنی، اگه سر صدا را بندازی میکشم. سلام. سلام. چیه؟ چی میخوای باز؟ چون شما اینجا تنها هستین اومدیم ببینیم به چیزی احتیاج نداریم. چه دختر مردم رو بردی تو بیدا؟ دختر میدازی آره؟ نه برم کنید کمک برم کن برو بی دختر کجا؟ برو بی دختر کجا؟ کجا میری؟ آی بابا ناراحت نباشین خانم. ایجاد ما شما رو نجات بدیم. جلد نمی کسی بایزا ببینم کن ایجاد برای جنان کشمت کشمت اینجا
نمیشم. جادار بری. نه 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 کشمت کشمت خیلی خوب، تو جسد عذاب بکش بیرون، مواظب به اطرافم باش. بقیه‌تون هم همراه من بیان. وایسا، مینو
موسیقی